ایران سرزمین نیاکان ما، سرزمین پهناوری است با تاریخی کهن و طبیعتی دیدنی، با پستی‌ها و بلندی‌های بسیار، با مردمانی از جنس کوه و کویر، دشت و دریا و درخت، مردمانی با رنگ‌های متفاوت و لهجه‌های گوناگون. ایران سرزمین فرهنگ‌ها و باورهای مختلف است. مردمانش ریشه در شعر و افسانه دارند و نگاهشان به آسمان است تا زمین زیر پایشان را همراه کند برای درو کردن روزی. ایران در طول تاریخ بلندش سلسله های پادشاهی مختلفی داشته و هر یک از حاکمانش جایی را برای نشستن بر تخت سلطنت برگزیدند. همدان و فارس و خوزستان و اصفهان و قزوین و امروز تهران. تهرانی که امروز می‌بینی با روستایی که روزی مورد پسند پادشاهان قاجار افتاد و مرکز قدرت شد، زمین تا آسمان فرق دارد. آن روزها تهران ده کوچکی بوده در پای کوه که وصف انارش در کتاب‌ها آمده و از هوای خوشش سخن‌ها رفته. کم کم تهران و مهران و ترشت و پونک و چیزر و بعد شمیرانات به هم می پیوندند و تهران امروز در دامنه البرز می نشیند. تهرانی که هر روز میلیون ها نفر در آن می روند و می آیند و در خیابان های شلوغش صبح را به شب می رسانند. تهران چهره دیگری هم دارد. در تعطیلات نوروز خلوت‌تر از همیشه است و هوایی دارد که می‌شود آن را با خیال راحت نفس کشید، به خصوص در منطقه شمال شهر در دامنه البرز، توچال، قله بلند شهر که هر روز علاقمندان به کوه و طبیعت را در خود جای می‌دهد. کسانی هم که به ورزش و کوهنوردی علاقه ندارند برای گردش به دربند می روند. از میدان دربند که پایین بیایی در میدان تجریش بازاری می بینی که تو را به یاد بازارهای قدیمی ایران می اندازد. دلپذیر، سرپوشیده و پر از حجره‌های فروشندگان، اینجا بزرگترین مرکز خرید شمیران قدیم بوده و امروز هم بعد از بازار بزرگ تهران مهمترین بازار قدیمی شهر است. مسجدی دارد و حسینیه‌ای. می توانی در آن چرخ بزنی و هوای گذشته تهران را در آن نفس بکشی.
بازارهای قدیمی در شهرهای مختلف ایران هنوز نقشی مهم در حیات اقتصادی مردم دارند. هنوز می شود در بازار کرمان قدم زد و حجره هایی را که سالهای سال است میزبان خریداران و فروشندگان شهر است تماشا کرد. هنوز می توانی در بازار کرمان صدای چکش مسگرهایی را بشنوی که در محاصره تکنولوژی هنوز بر همان فلز قدیمی فرود می آیند و به آن شکل می دهند. اگر به کرمان سفر می کنی، فرصت کمی خواهید داشت برای دیدار از تمامی دیدنی های این دیار. آنچه در سرزمین تاریخ و طبیعت به امانت گذاشته شده، آنقدر زیاد است که شاید به باور چشم هایت در نیاید. اینجا می توانی نقطه ای سوزان از قلب زمین را زیر پایت حس کنی. در کویر شهداد، گندمبریان، جایی که هیچ چیز تا به زنده ماندن نمی آورد. زیبایی کویر در شهر خیالی کلوت‌های شهداد در میان بناهایی که با دست طبیعت ساخته شدند خواهی دید. اینجا در تقابل کوه و کویر، در فاصله میان سرما و حرارت، شهری از دل تاریخ بیرون آمده که چشم تمام باستان شناسان را به سوی خود چرخانده، در نزدیکی جیرفت، در کنار صندل. تمامی گذشته را می توانی در این تپه ها جستجو کنی، در آثار سفالی و سنگی که چند سال پیش یک بار خودشان را نشان دادند و تمدن کهن جیرفت را به رخ جهانیان کشاندند و شگفت زدشان کردند. تمدنی قدیمی تر از آنچه که تا به حال به عنوان تمدن کهن بین النهرین کهن‌ترین جایگاه شکل گیری خط ناشناخته شده بود. قدیمی تر از تمامی فرهنگ های باستانی گوشه گوشه این سرزمین. مردمی که تمدن جیرفت را ساخته و پرداختند هزاران سال پیشتر از کسانی میزیستند که در همدان یا حکمتانه اولین پایتخت ایران زمین را بنیان گذاشتند. حکمتانه، اکباتانا، پایتخت حکومت مادها که امروز هم علاقمندان به دیدن دنیای گذشته و قدم زدن در کوچه هایی مانده از تاریخ را به سوی خود می کشاند. تپه باستانی حکمتانه از بزرگترین محوطه های باستانی این سرزمین است که روزی بزرگترین کاخ ایران بوده، اما امروز تنها یادی از آن شکوه و عظمت به جا مانده است. در موزه حکمتانه می توانی آینه‌ای ببینی از تمامی آنچه که روزگاری در این شهر پرشکوه جاری بوده است. اسکلتی از آدمی بسیار کهنسال که می توانی آن را در همان حالتی که روزگاری اینجا دفن شده بود ببینی. در نزدیکی حکمتانه دیدنی‌های دیگری هم هست. تاریخ و طبیعت را که با هم درآمیزی به گنج نامه خواهی رسید. آبشاری زیبا که از دل کوه جاری شده در کنار سندی جاودانه از گذشته ایران. کتیبه‌هایی که شاهان هخامنشی نام خود را برای ماندن در تاریخ
و جاودان شدن بر آن نقش کردند. همدان اما تنها با تپه باستانی و کتیبه های گنجنامه شناخته نمی شود. همدان آرامگاه علم است، جایی که بوعلی سینا در آن آرام گرفته. مقبره بوعلی را می توانی در مرکز شهر در میدان بوعلی ببینی. مقبره‌ای که استاد هوشنگ سیحون طراحی و ساخت آن را بر عهده گرفته و آن را همپایه نام این دانشمند بلند آوازه ایرانی بلند و سرفراز بالا برده است. در کنار او عارف قزوینی آرمیده، شاعر و تصنیف سرای دوران مشروطه. بابا طاهر هم همین نزدیکی هاست، عارف جان سوخته سده پنجم. آنها که معرفت را با دو بیتی های بابا طاهر پیدا کردند، برای عرض ارادت و تسلیم راهی مزار او می شوند. شعری می خوانند و سرمست از رقص روح رها از قید و بند های دنیا باز می گردند. مزار عارفان بزرگ ایران زمین هیچگاه از حضور دوستداران و علاقمندانشان خالی نمی ماند. چه اینجا در همدان، چه در استان سمنان، نزدیکی شاهرود، بر سر مزار بایزید بسامی و ابوالحسن خرقانی. بایزید بسامی را سلطان العارفین نامیدند، بزرگی از سده سوم هجری. از بسطام و دورترها هر روز مسافرانی می آیند و در حیات بزرگ مزار او مقیم می شوند. گویی بایزید هم چون همسایش بوالحسن میهمانان را خوش می داشته. به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده، آنچنان که پای مردمان در گل فرو شود، پای من به عشق فرو می شد. درب خانه بوالحسن نیز به روی میهمانانش باز است. به دیوار اتاق این سخن از او نوشته شده که هر که بدین سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. آن کس که به درگاه خداوند به جانی ارزد، البته به سرای بوالحسن به نانی ارزد. در محوطه خانه ابوالحسن خرقانی شیرهایی نشستند که داستانها و افسانه‌های بسیاری از وجودشان نقل می شود. شیرهای خاموش ساخته شده به دست آدم‌ها. شیرهایی که برخلاف حیوانات وحشی مناطق حفاظت شده این استان حرکتی ندارند و دلشان به این آب و هوای فرهنگیز خوش نیست.
استان سمنان با مناطق حفاظت شده اش تنوع گیاهی و جانوری خوبی دارد. در پارک ملی توران می توانی پوشش های گیاهی گوناگونی را ببینی. برای همین است که اینجا را بزرگترین ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران نامیدند. گور ایرانی که فقط در ایران دیده می شود در همین منطقه وجود دارد. زاغ بور را نیز اگر خوش شانس باشی می توانی در اینجا ببینی. پرنده بومی ایران که بسیاری از پرنده نگرها برای دیدنش رنج سفر به خود می دهند و به این منطقه می آیند. استانها و شهرهای دیگری هم در ایران هستند که هنوز حیوانات و پرندگان در آنها احساس امنیت می کنند یا با آب و هوایشان برای اقامت زمستانی یا تابستانیشان سر می کنند. جایی مانند منطقه حفاظت شده دشت ناز ساری که مکانی است امن برای گوزن زرد ایرانی. محدوده ای که هنوز پوشش گیاهی هیرکانی را از هزاران سال پیش در خود حفظ کرده و آسیب چندانی به آن وارد نشده. در اینجا پرندگان نیز آرامش بیشتری دارند و می دانند که دست شکارچی هایی که بیرون از حصار دشت ناز در انتظار ایستاده اند تا تفنگ ها را به روی زیباترین آفریده های خدا نشانه بروند بهشان نمی رسد. پرنده ها تالاب میانکاله را هم دوست دارند با طلوع زیبای خورشید و غروب ارغوانیش. زمستانها برای فرار از سرمای سخت سیبری به حاشیه معتدل دریای مازندران می آیند. پرنده های مهاجر ایران به جز میانکاله و حاشیه شمالی کشور به نقاط دیگری نیز پر می کشند. در جنوب، در کنار خلیج فارس، در جزیره قشم. اگر صبح زود به جنگل حرا بروی، انواع پرندگان را خواهی دید که با آرامش خیال در کنار ساحل دریا نشستند و به ماهی های درون آب خیره شدند. به چشم مشتری جنگل های حرا در این آب شور دریا آب شیرین می نوشند. عجیب این است که ریشه هایی دارند برای تسویه و شیرین کردن آب. همین است که رشد می کنند و رنگ سبزی به خاک یک رنگ قشم می زنند. به خصوص در این سالها که با برنامه ریزی هایی که انجام شده طرح توسعه جنگل های حرا به سرعت پیش می رود. طلوع خورشید در هر کجای جزیره که باشی با زیبایش غافل گیرت می کند. در میان جنگل های حرا یا درخت انجیر معابد، درختی که در این منطقه اسم و رسمی دارد و مسافران هم از دیدنش حیرت زده می شوند.
برگهایش و شاخه‌های ریشه شونده‌اش را نگاه می‌کنند و در کنار تنه پیچ و تاب خورده‌اش عکسی به یادگار می‌گیرند. غروب خورشید اما در قشم حال و هوای دیگری دارد. دیدن خورشیدی که در دامن دریا فرو می رود و برای چند لحظه کوتاه سرخیش را روی آبی گسترده آب می ریزد به وصف نمی آید. غروب را در آغوش خلیج فارس باید تجربه کرده باشی تا دست از توصیف بکشی و فقط به نظارش بنشینی. مردم قشم دیدن غروب بندر لافت را پیشنهاد می‌کنند. در لافت انگار همه چیز رنگی دوچندان می‌گیرد. گردشگران بیشتر شوق دیدن چاه‌های طلای این بندر را دارند. چاه‌هایی که می‌گویند پیشتر به تعداد روزهای سال بوده است، با آب باران پر می شده و ساکنان شهر هر روز از یکی از این چاه‌ها آب می کشیدند. عمر چاه‌ها دراز است، می گویند از زمان ساسانیان ماندند. در طول این سال‌ها از تعداد چاه‌ها کم شده، اما شکل و ظاهر آنها تغییر نکرده است. برعکس، اگر دره ستاره ها یا آنطور که اهالی قشم می گویند ستاره افتیده را دیده باشی، می دانی که هر بار که از این دره بگذری تصویری تازه می بینی از دیواره ها. فرسایش باد در این نقطه انقدر شدید است که زمین را چون مومی در دست می گیرد و با چهرش بازی می کند. آن طرفتر در نیمه غربی جزیره دره چاهکو هم حاصل فرسایش است. در اینجا آب و باد شکلهایی ساختند که چندان زمینی به نظر نمی رسند. اگر چشمهایت را ببندند و به این نقطه بیاورندت، باور خواهی کرد که اینجا سیاره ای دیگر است که شاید همزمان با ستاره دره ستاره ها روی زمین افتاده باشد. از اینجا تا رسیدن به رویاهایت راه درازی نیست. قشم جزیره رویا و خیال است، جزیره افسانه است، مثل گوشه گوشه این سرزمین پهناور، سرزمینی که حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و داستانهای بسیاری برای همراه کردن فرزندانش با خود. اینجا در جزیره زیبای کیش حتی کشتی به گل نشسته یونانی ها هم جایی شده برای تفریح و گشت و گذار. اگر هنگام غروب به قسمت غربی جزیره، جایی که کشتی یونانی بیش از 40 سال است که بی حرکت مانده و از جایش تکان نمی خورد بروی، تصویری زیبا خواهی دید. پایین رفتن خورشید سرخ در آسمانی خونین. خورشید آرام آرام در پشت کشتی پایین می رود و از نگاهت بیرون خواهد رفت. نقطه دیدنی دیگر جزیره قنات است، کاریز کیش، با 2500 سال قدمت، جایی که امروز کاریز کیش نامیده می شود. در گذشته از این قنات برای تأمین آب مورد نیاز ساکنان کیش استفاده می شده.
اما امروز کاریز به شهری زیرزمینی تبدیل شده که گردشگران برای دیدن آثار کهن کیش از آن بازدید می کنند. گذشته از این آثار، بیشتر مسافران و کسانی که در جزیره ساکن شدند به دیدن ساحل خلیج فارس علاقه دارند. با آب زلالی که روشنایی به آسمان می‌زند تا آب، موج‌هایی که به ساحل بر می‌خورند و در صخره‌ها می‌شکنند، چنان زیبایی با شکوهی به ساحل داده که هر بیننده ای را مجذوب خود می‌کند.